امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسن و کارشناس انرژی از واشنگتن دی سی به ما پیوستن. خوش آمدید آقای شکری. به نظر این قطعی برق در ایران به یه جنگ سیاسی بین جناح‌های درون جمهوری اسلامی هم بدل شده، اما هیچ کدوم با مردم صادق نیستن. شما پیشتر تاکید کرده بودید که آنچه که در ایران شاهد هستیم از مرحله ناترازی گذشته. واقعیت وضعیت انرژی چیه توی ایران؟ بله، با سلام حضور شما و بینندگان محترم ایران نشنال. این ناترازی که خب الان ناترازی عبارت درستی است، کسری موجود در بخش برق ایران از اواخر برنامه چهارم توسعه و در زمان احمدی نژاد شروع شد، در زمان خاتمی و رئیسی راه چاری براش اندیشیده نشد و تا به امروز که دولت مسعود پزشکیان و ایرانی را در بخش انرژی تحویل گرفته و به هیچ وجه با توجه به اینکه گزینه زیادی هم برای حل مشکل برق، گاز طبیعی، گازوئیل و بنزین در اختیار نداره، نمیتونه در کوتاه مدت این ابر بحران انرژی رو حل بکنه. کلیه جناح‌های سیاسی، یعنی کلیه دولت‌های پس از انقلاب، در شرایط فعلی صنعت انرژی ایران مسئول هستند و با توجه به اینکه هیچ موقع نظام جمهوری اسلامی و دولت‌ها نگاه آکادمیک و علمی و استراتژی به مسئله انرژی نداشتند و ببیشه در بخش گاز طبیعی که بیش از 70% سبد انرژی کشور را تشکیل میده و 92% برق تولیدی از نیروگاه‌های حرارتی که با سوت گاز طبیعی دارن برق تولید میکنن، هیچ موقع این سبد انرژی متنوع نشده. هیچ دولتی در این قرار بود که در برنامه ششم توسعه هر سال 5000 مگاوات ظرفیت سازی بشه و در سال 1402 فقط 2000 مگاوات ظرفیت سازی شد. یعنی در این برنامه پنجم و ششم توسعه، یعنی در 10 سال، هیچ موقع هیچ دولتی نتونست این 5000 مگاوات رو ظرفیت سازی بکنه. و بخوام در دو جمله خلاصه بکنم، همه دولت ها، اصلاح طلب، اصولگرا، در شرایط فعلی و رسیدن ایران به مرز ابر بحران انرژی به یک اندازه مقصر هستند. و اگر بخوایم به صورت عامیانه حساب بکنیم که یک نفر میخواد خونه رو تمیز بکنه، آشغال میذاره زیر فرش و نفر دوم هم بخواید که به جای که خونه رو تمیز بکنه میاد همون آشغال رو میذاره زیر فرش و نفر سوم به این ترتیب تکرار میکنه تا اون آشغال کل خونه رو برداره. آیا اصلا ساخت پالایشگاه و نیروگاه در حال حاضر امکان رفع این بحران انرژی در ایران رو داره، یا باید در صورت امکان دولت به فکر راه حل‌های دیگه باشه؟ باید اشاره بکنم که سال گذشته مهرابیان وزیر نیرو در دولت ابراهیم رئیسی خودش اعلام کرد که برای ساخت یک نیروگاه 1000 مگاواتی 1 میلیارد دلار بدون هزینه تامین سود دولت بودجه نیاز داره. با توجه به اینکه در شرایط فعلی بین 15 تا 18 هزار مگاوات شبکه برق ایران با کسری رو برو هستش و زمان میانگین زمان احداث نیروگاه بین دو تا 3 سال هست، با توجه به اینکه دولت فعلی بودجه برای تامین هزینه ساخت چنین نیروگاهی رو نداره و زمان هم به ضرر دولت هستش و با توجه به تداوم تحریم ها نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت بین 12 تا 15 میلیارد دلار از کجا باید تامین بشه. حالا هزینه ساخت هم اضافه بکنیم 18 میلیارد دلار نمیتونه دولت تامین بکنه و زمان 2 تا 3 سال هم باید صرف کنیم، چرا که هر سال بین 4 تا 6% بر مصرف برق افزوده میشه و با توجه به اینکه ظرفیت سازی درست صورت نمیگیره میشه انتظار داشت که سال تابستان سال آینده حداقل 20000 مگاوات ظرفیت داشته باشیم. نه زمان کافی برای احداث نیروگاه پالایشگاه هستش و نه منابع مالی هستش و نه تکنولوژی لازم. با توجه به همه شرایط، بدون رفع تحریم ها، بدون اینکه ایران به صورت رسمی از لیست سیاه افیکی به لیست خاکستری و به لیست نرمال انتقال داده بشه که این هم حداقل بین 2 تا 3 سال طول میکشه، در کوتاه مدت بین 1 تا 2 سال آینده به هیچ شما نمیشه انتظار داشت که دولت فعلی بتونه این ابر بحران انرژی رو هم در بخش برق، هم در بخش گاز، هم در بخش بنزین مدیریت بکنه و متاسفانه مردم ایران باید شاهد بی‌تدبیری این دولت ها در این 14 رو بر دوش خودشون مثل بقیه مشکلات اقتصادی با خودشون هم داشته باشن. امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسن و کارشناس انرژی از واشنگتن دی سی همراه ما. ممنونم.